بهنود دیگر. سلام. 27 سال پیش گفته بودم ما را نمیتوان راند. از در برانید، از پنجره، از پنجره برانید، از دیوار، از پشت دیوار، از سوراخ کلید، به هر حال باز میگردیم. حالا هم بازگشتیم. این در حقیقت جانشین همون رادیویی میشود که در 28 سال تا 30 سال پیش داشتم. اول اسمش بود بعد از ظهر روز ششم، بعدن اسمش شد ظهر روز هفتم، و بعدن که از رادیو بیرونمون کردند اسمش شد کانال یک، بعد شد کانال دو، به صورت نوار کاست در میامد. کسایی که کمی سنشون بیشتره یادشون مونده است. من اصولا با رادیو روابط نزدیکتری دارم همیشه از بین انواع رسانه‌هایی که وجود داره، البته غیر از نوشتن و غیر از حروف سربی که جانم اونجاست، ولی به هر حال با این وسایل مدرنی که در دوره ما عمومی شد با رادیو ارتباط بیشتری دارم، و این ارتباط رو حالا اگر به تعبیر مکلوهانم به سردی و گرمی خود آدم نسبت بدیم، نمیدونم از کجا اومده، ولی براش یه جوابایی هم گرفتم. یادم میادش که بعد از انقلاب و بعد از سالها که من دیگه در هیچ رسانه‌ای نبودم و مثل بقیه آدم‌ها هم شغلای خودم دیگه خاموش و در حقیقت نیمه زیرزمینی شده بودیم، یه روز سوار تاکسی شدم و به محض اینکه به راننده تاکسی گفتم که میخوام برم به فلان جا، او منو شناخت. من در حالی که سالها در تلویزیون بودم و بچه‌های مختلف چهرم هست، یه فیلم بازی کردم اینا، ولی بیشتر دیدم که آدم‌ها منو با صدا می‌شناسن. یه بار در کابل این تجربه غریب برام اتفاق افتاد. یه بار کوهگردی می‌کردم در مازندران، در یکی از سراهای بالای کندلوس. اونجا برام اتفاق افتاد و یکی از عجیب‌ترین اتفاق‌ها موقعی بود که رفته بودم برای تهیه گزارش روزنامه‌ای. سالها پیش بود، به مدرسه روشندلان باغچبان در تهران. وقتی در زدم و وارد شدم، قبلا با خانم مدیر اونجا قرار گذاشته بودیم، از بچه های جوانه در 10-12-15-16 ساله نابینا که دم در بودن، من به محض اینکه به اولیشون گفتم که اتاق خانم مدیرتون کدوم طرفه، اون با هیجان به بقیه گفتش که این فلانی، و از صدا من شناختم. من اون روز در یک مسابقه با بچه ها شرکت کردم که ظاهرا معمول بود بین بچه های روشندل، و اون این بودش که صداهایی رو میشنیدم و از صدا میگفتن این قیافه چه شکلیه. بنابراین صدای بعضی از مدرسه، صدای بعضی از آدم های مشهور رو برای اینا فراهم کرده بود، صدای واقعیشون، نه صدای گوینده، و میذاشت و میپرسید این کیه. مثلا اون میگفتش که این شبیه خانم رویاست، اون میگفت شبیه فلان هنرپیشه است، اون میگفت شبیه فلان سیاستمداره، قیافه‌هاشون رو حدس می‌زدند و اینا. من موقعی که حرف زدم، یکی از بچه‌ها بلند شد گفتش که عینک می‌زنی، موهات فرفریه، اسمت هم مسعود بهنوده. حالا انتخابات تمام شده، فضای داخل کارج یه تفاوت عریانی با هم دیگه پیدا کرده. توی ایران بیشتر کسایی که فهمیدن چه اتفاقی افتاد رفتن و با روشنفکرایی که از وقوعش خبر داشتن و خوف کرده بودن بابتش، با اونا صحبت میکنند، و بعضی به اونها میگن که ما متوجه بودیم که شما حضورتون در آخرین روزهای انتخابات در صحنه به خاطر مردم بود. بعضی به اونا میگن افسوس که ما نشنیدیم، بعضی میگن چه خوب شد که ما شنیدیم، دیر بود، کم بود و بنابراین ممکن نشد. اما در خارج از کشور اینطور نیست. در خارج از کشور در حقیقت مثل این که هیچ حادثه‌ای اتفاق نیفتاده، چون همه دارن حرفای سابق خودشونو میزنن. انگار این همون بودیش که قبلا فکر میکردن اون چی که در انتخابات اتفاق افتاده. البته این که گفتم کلی نیست، نه تو همه ایران اینطوری هستند، نه همه خارج از کشوری ها یا کشور خارج از کشور به قول نویسنده فرزانه نوری‌علا، همه 100% نیست.
اما حالا بذارین از واقعه دور بشم و بگم که اون چی که میگم و برای چی دارم میگم. یه دوست مهربان مشفقی از میان کسایی که این قلم رو دوست داره برای من نوشته که دیدید روشنفکرای ما هم نتونسته بودن واقع و فاجعه رو پیش بینی کنن. جوابم اینه که نه، اینطوری نیست، درست برعکس اینه. گروهی از بهترین و ناماشناترین چهرهای روشنفکری ایران که نه بر دامن کبریاییشون گردی نشسته، نه سابقه ای از حضور اوریان در صحنه‌های سیاسی دارن، نه نشونه ای هست که هیچ وقت تو این بازی ها شرکت کرده باشن، تو هفته آخر انتخابات متوجه شدن چی داره اتفاق میفته. درست هم دیده بودن. این چنین نبود که اونا ندونن با وارد شدن تو این صحنه حساس چه تهمت هایی بهشون زده میشه. اینطوری نبود که اونا ندونن که تو این فضای سیاسی ناسالم که پوستی مثل کرگدن میخواد موندنه در اون، بعد کوتاه مدتی همه ازش دامن برمیچینن. اما این دفعه روشنفکری ایران به خاطر رنجی که دست تاریخ برده تأمل کرد، قد بلند کرد، نترسید از تیر اعدا، نترسید از تهمتهایی که آماده است و قطار میشه. میدونست که کسایی که در کنفرانس برلین بر سر کشتن اکبر گنجی وایساده بودن حالا مدافع نظر او شدن. بعضی کسایی که دشمن ناصر ظرفشان و اندیشه‌اش هستن حالا اعلامیه اون رو به سر ما میزنن. یه آدمایی که اصلا خانم محترمی مثل شیرین عبادی رو به بدترین ناسزاها گرفتن وقتی که حرفای اونا رو نزد، حالا به ما میپرسن چرا بر اساس سرمشق ایشون عمل نکردیم. با دوستان و همبندان اکبر و ناصر و به کسانی که لحظه ای در احترام به خانم عبادی تردید نکردن به جدال افتادن، گنجی رو مایه میکنن، نظر او رو به رخ میکشن. هنوز آهنگ صداشون تو هواست که گنجی رو پاسدار و زننده تیر خلاص به اعدامیا میخوندن، حالا گنجی براشون شده اون کسی که نظر او رو باید تو سر ما بزنه. نه، حالا براتون میگم چطوری روشنفکری ایران وارد این وادی شد. به نظرتون روشنفکری ایران اینقدر خام بود که اینا رو ندونه؟ بذارید سخت‌تر از اینو براتون بگم. این نویسنده محبوب من عباس معروفی مرا و دوستی رو به خاطر اینکه در مرحله دوم انتخابات سعی خودمون رو کردیم که این اتفاقی که الان افتاد نیفته، متهم می‌کنه فروشندگی. تصور کنین معروفی که خودش در داشناست وقتی اینو میگه، حالا اگه اون خریدار انتخاب شده بود چی میگفتن؟ یعنی واقعا یه لحظه فکر کنین، آیا ماها نمیدونستیم که اگر آقای هاشمی که بخشیمونو تو گردنه حیران در دوره ایشون جونمون به سنگی بند بود و هممون ده ها بار نفس سعید امامی در دوره صدارت ایشون به صورتمون خورده، اگر او انتخاب میشد به ماها چه صفتهایی میدادن؟ شما فکر میکنید خشایار دهیمی آدمی، عزت الله فولادمند کسی، محمود دولت آبادی نویسندهی، اعتبار و اسم و عزت خودشونو به ارزونی به دست آورده بودن که در این بازی اونو داو گذاشتن؟ از این جلوتر برم، اصلاح طلبان که هنوز اکبر گنجی هم فکرشون در زندان گروگانه، حکم اعدام دکتر آقاجری هنوز لغو کامل نشده، هنوز تن عباس عبدی از حضور چند ماه تو سلول انفرادی دردناکه، هنوز سعید عجاریان رو صندلی چرخ داره، فکر میکنین که چرا در این لحظه دردناک آخر همه ی حرفای آقای هاشمی رو، تمام نگرانی هایی رو که در این 8 ساله گذشته براشون به وجود اومد و آقای هاشمی تایید کرد، همه اینا رو فراموش کردن؟ آیا فکر میکنید شخص محمد خاتمی براش آسون بود پیامی رو که فرستاد بفرسته که مضمونش روشن بود؟ کسی که 8 سال کشیده بود آیا بهش راحت بود؟ یا راحت‌تر این بود که بشینه به تماشای ضربه خوردن کسی که در این